مادرید پایتخت پرجمعیت و پر رفت آمد اسپانیا حالا شاهد محدودیت ها و ترافیک بیشتر در اطراف محل برگزاری اجلاس ناتو خواهد بود. اسپانیا امسال چهلومین سال پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی را جشن می گیرد و به همین مناسبت میزبان اجلاس ناتو در سال 2022 در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خواهد بود. نشستی که به گفته خاویر سولانا دبیر کل پیشین ناتو از اهمیت زیادی برخوردار است. این اجلاس در شرایطی برگزار می شود که روابط اتحادیه اروپا با روسیه و همچنین ایالات متحده در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته و این برای اولین بار است که اجلاس ناتو در زمان جنگ در اروپا برگزار می شود. جدو از حساسیت ها نسبت به تهاجم روسیه به اوکراین، اختلاف در میان اعضای ناتو بر سر پیوستن فنلاند و سوئد به این پیمان از دیگر موضوعات مهم این اجلاس است. به دنبال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، دو کشور فنلاند و سوئد پس از دهها سیاست بیطرفی خود را کنار گذاشته و رسما درخواست پیوستن به پیمان نظامی آتلانتیک شمالی را دادند. مانع بزرگ هلسینکی و استکهلم برای پیوستن به ناتو رجب طیب بردوغان رئیس جمهوری ترکیه است برای پذیرفته شدن یک کشور به عضویت ناتو باید همه کشورهای عضو به آن رأی مثبت دهند موضوعی که ترکیه به عنوان عضو ناتو فعلا با آن مخالفت کرده آنکارا مدعی است که استکهلم و هلسینکی به شبه نظامیان گروه حزب کارگران کردستان پکاکا پناه میدهند. آنکارا همچنین از وضع تحریم تسلیحاتی سوئد علیه این کشور پس از حمله نیروهای ترکیه به مناطق کردنشین در شمال سوریه ناراضی است. اگر فنلاند و سوئد میخواهند عضو ناتو شوند باید نگرانی های امنیتی ترکیه را مد نظر قرار دهند. غیر از این راهی وجود ندارد. این سخنان رئیس جمهوری ترکیه پیش از سفر به مادرید از موضع سخت آنکارا در گفتگوهای ساعتهای آینده حکایت دارد. منابع دیپلماتیک غربی میگویند انتظار نمی رود آنکارا در اجلاس پیش رو موضعش را نسبت به درخواست عضویت فنلاند و سوئد نرم تر کند. هرچند احتمال این میرود رود که رجب تای بردوغان به دنبال رسیدن به توافقی در این زمینه با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا باشد. رئیس جمهوری فنلاند هم گفته که در مورد نتایج گفتگو با همتای ترکیه خود در این اجلاس نه خوشبین است و نه بدبین. در سوئد اما فعالان و نمایندگان کرد پارلمان این کشور نسبت به پیامدهای عضویت استکهلم در ناتو و قربانی شدن کردها نگران هستند. <applause> ما کردها نسبت به اوضاع فعلی و تبلیغات منفی که علیه ما می شود نگرانیم. آنها می توانند مذاکره کنند و اختلاف ها را از راه دیپلماتیک حل کنند. اما نه از این طریق که سوئد درباره درخواست های غیرمنطقی ترکیه در خصوص کردها و مبارزات آزادی خواهانهشان کوتاه بیاید. به غیر از ترکیه، دیگر اعضای ناتو پیش از شروع مذاکرات ابراز خوشبینی کردند که فنلاند و سوئد به پیمان آتلانتیک شمالی خواهند پیوست از جمله نخست وزیر اسپانیا که روز سهشنبه در دیدارش با دبیر کل ناتو اعلام کرد که متقاعد شده این دو کشور اگر نه در این اجلاس بلکه در آینده این نزدیک عضوی از ناتو خواهند بود سیاوش سعادتیان رادیو فردا